الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه نجوم الاهتداء أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز، خواهر و برادر در هر جایی که هستین، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات. خداوند قادر و منان را بی نهایت سپاس گذاریم از اینکه به ما توفیق و عنایت فرمود تا لحظاتی دیگر در خدمت شما سروران عزیز قرار داشته باشیم. خوشبختانه رسیدیم به قسمتی دیگری از سلسله درس‌های آنچه که هر مسلمان باید بداند. ما در قسمت‌های گذشته درس‌ها در مورد صفات الله تبارک و تعالی صحبت کردیم و گفتیم الله دو نوع صفات دارد. یکی صفات ذاتی است که مربوط به ذات اقدس الهی است و دیگری صفات غیر ذاتی است یا صفات ثبوتی است که یکی از این صفات صفت حیات است برای الله تبارک و تعالی. الله ذاتی است که مرگ ندارد، پایانی ندارد. الله ذاتی است که همیش باقی هست و هیچ وقت نابود شدنی نیست. اگر شما مراجعه کنید به آیات مشهوری که در قرآن عظیم الشان همه ما خواهر و برادر اون را دائم میخوانیم و تلاوت میکنیم، اگر در معانی اون دقت کنید این قضیه را در میابید. الله لا اله الا هو الحی القیوم، که این آیت عبارت است از آیت الکرسی. الله لا اله الا هو الحي القيوم، نیست ذات مگر ذاتی که بر زنده است و استوار و استاد است، قائم است، که هرگز حتی او را پینکی هم نمیگیرد، به اصطلاح ما شما خواب نمیگیرد. به همین لحاظ بود که نقل است در تاریخ موسی علیه السلام از الله جل جلاله سوال کرد که یا الله، ای پروردگارم، تو هم خواب میشوی؟ آیا گاه وقتی می شود که تو هم خواب بشوی؟ الله تبارک و تعالی برای موسی علیه السلام فرمود موسی، یک ظرف بزرگی را به دستت بگیر، به اصطلاح ما و شما بگیم ظرف شیشه‌ای، به یک شبانه روز، دو شبانه روز خواب نشو، بعدن باز برات میکنم یا خواهم گفت که من الله خواب می شوم یا نه. موسی علیه السلام وقتی این کار را انجام داد، یک شب تا صبح یا روز تا شام بدون خواب، خوابی که الله او را برای انسان قوت معرفی کرده، انرژی معرفی کرده، و جعلنا نومکم سباتا، بی نهایت خواب غلبه آورد به سر موسی علیه السلام. چرا؟ چون یکی از نیازهای انسانی ما خواب هست. در نتیجه ظرف از دست موسی علیه السلام افتاد و شکست، تک تک شد. بعد موسی یک تکان خورد، بیدار شد، گفت یا الله، چی حکمت؟ الله فرمود موسی، حالا پاسخ سوالت را ببین، جوابت را. از من الله سوال کرده که یا الله، تو هم خواب میشوی؟ حتما این سوال ها مطرح شده در تاریخ. چرا؟ چون الله را در قرآن ذکر کرده، لا تأخذ سنة ولا نوم، حتی الله را یک پینکی به اصطلاح ما و شما، یک چشم فرو رفتن به اصطلاح ما و شما، حتی یک خوابی بسیار ظریف هم الله را نمیگیرد. الله فرمود موسی، تو یک شبانه روز خواب نشدی، به قدرت کنترل گرفتن این ظرف را نداشتی، از دستی افتاد و شکست. اگر من الله تبارک و تعالی بخوابم، این کائنات، این دنیای با این بزرگی، این آسمان های هفتگانه، این سیارات، همه اینها فرو می پاشن، همه اینها از بین خواهد رفت. در وصف من الله، در صفات من الله تبارک و تعالی خواب نیست و من کاملا حیات، همیشه زنده هستم، هیچ وقت در وصف من خواب نیست و همیشه باقی هستم من الله تبارک و تعالی. بناهن یکی از صفات الله تبارک و تعالی حیات است که در کتاب مقدس خیش چندین مرتبه به اشاره کرده، هو الحی، ذاتی که همیشه زنده هست. توکل علی الحی الذی لا یموت، شما توکل بکنید، بر او ذاتی تکیه بکنید که او زنده است و هیچ مرگی ندارد،
و مرگ به سراغش نمیاد. تنها کسی که نمیمیرد، پایانی ندارد، نهایتی ندارد، یک فرد است، او الله است. و بقیه همه مخلوقات نهایت دارن، پایان دارن، فنا میشون، روز از بین میرن، متلاشی میشون. آن چیزی را که خدا بخواهد پس دوباره او را برمیگرداند به حالتش، مثل انسان یک بار شاید از بین بره، اما باز پس دوباره الله او را برمیگرداند به حالت اولیش. بنابراین این یکی از صفتهای ثبوتی الله تبارک و تعالی یا صفتی غیر ذاتی الله است. حیات، همیشه الله زنده است. این بود یکی از برنامه‌های دیگری. آنچه که هر مسلمان باید بداند این است که عقیده ما باید این باشد که الله حی لا یموت است. حیات الله حیاتی ابدی است. هیچ وقت الله نیست. تا برنامه دیگر که در خدمت شما قرار می‌گیریم، همیشه ما رو به الله پاک و بی‌نیاز بسپاریم. او اللهی که همیشه زنده است و نمی‌میرد. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.